پارلمان یونان بالاخره بعد از 8 سال ریاضت اقتصادی و همینطور کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور برای زنده نگه داشتن اقتصادش به بودجه سال 2019 یونان رأی داد. نخست وزیر یونان عقیده داره بودجه تصویب شده بودجه یونان آزاده. Late Tuesday night, the Greek Parliament approved the country's. پارلمان یونان اولین بودجه این کشور پس از 8 سال ریاضت اقتصادی را تصویب کرد. نخست وزیر آلکسیس سیپراس گفت بعد از 8 سال سیاست ریاضت این بودجه یونان آزاد است. او گفت در انتهای سال 2020 خواهیم دید که این کشور گام‌های مثبتی در رشد و توسعه را برداشته است. سال گذشته 1.5% و امسال بیش از 2% رشد وجود داشته است. احتمال می‌دهیم که امسال رشد ما بیشتر هم باشد. رهبر اپوزیسیون اصلی دولت یونان را محکوم کرد که زندگی برای مردم بدتر می‌شود. به ویژه زندگی فقرا بدتر خواهد شد. هنگام رأی‌گیری برای این بودجه، اتحادیه‌های کارگری در خارج پارلمان تظاهرات کردند. از نظر آنها سیاست ریاضت‌کشانه هنوز تمام نشده است. اگرچه در بودجه سال 2019 یونان موارد مثبتی هم وجود دارد و کاهش حقوق‌ها وارد نشده است، ولی اتحادیه‌های کارگری خوشحال نیستند. آنها می‌گویند مالیات‌ها هنوز بار سنگینی را بر دوش کارگران می‌گذارند. آنها خواهان حقوق بیشتر و بودجه بیشتری برای بهداشت و آموزش هستند. And the further reductions in pensions are not included.